گواهان گویای تمدن سرزمین پارسیان و پارسایان، خرابهای کاخها و تاقها و شهرهای در آغوش خاک آرام گرفتند. بیشاپور سند هویت کهن دیار ایران است. این شهر از افق تاریخ ساسانیان سربرآورده است. در 120 کیلومتری پایتخت شعر جهان، امانتدار میراث‌های ماندگار بر ستیل کوهستان به نظاره نشسته است. بیشاپور در سال 266 میلادی به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی کتاب حیاتش برق خورده است. دوستون استوار، نشانی از عظمت گذشتگان و یاد بودی برای آیندگان. این شهر تاریخی به نوعی یادگاری از نبردی حماسی است، بیانگر قدرت ساسانیان در برابر آنهایی که خاک ایران را مورد تاخت و تاز قرار دادند. سنگ‌ها چون ابیات شعری منظوم بر ردیف و قافیه استادانه نشستند. اینجا همایش سنگ‌ها و همسرایی خیال و رویا برپاست. طبیعت زیبا، کوههای بلند، دشت‌های حاصلخیز دست به دست هم دادند تا شهر تاریخی بیشاپور در زیبایی چیزی کم نداشته باشد. کدامین شاه را میشناسی که برای دشمن اسیر کاخ برپا کند؟ جز شاه ایرانی از تبار ساسانی. بیشاپور در همسایگی دره چوگان با سبکی ویژه از معماری پارتی نقش و نگار یافته است. سنگ در این نقطه از زمین بوم نقاشان هنرمند ایرانی شده است تا بیانگر پیروزی ها و تاجگذاری پادشاهان ساسانی باشند. تنگ چوگان جولانگاه نقش هایی است که به تیشه فرهادهای عصر ساسانی عشق های شیرین را ثبت کردند. شش نقش برجسته در دو طرف تنگ چوگان دل به پیروزی های شهریاران ایران زمین بستند. شاپور اول ساسانی پس از پیروزی بر والریان امپراتور روم، بیشاپوری بنا نهاد با نامی از خود. غار شاپور در ارتفاع حدود 800 متری از سطح زمین و با دهانه‌ای حدود 30 متر یکی از سه غاری است که در تنگ چوگان آرام گرفتند. برای رسیدن آسان به غار 230 پله از دامنه پرشیب کوه را تا ورودی غار در دل سنگهای کوه تراشیدند، همچون نردبانی که تو را به بالاترین نقطه تاریخ میبرند. نردبانها و بامها دیدم، فارغ از بام و نردبانم کرد. مجسمه شاپور ساسانی در این غار بعد از مرور 1700 سال از شب و روز تاریخ هنوز ایستا و ماناست. این تندیس باشکوه با 7 متر ارتفاع بلندایی دارد به بلندآوازی گذشتگان ایران. دهانه غار از شکوه این پیکره عظیم دهان تعجب گشوده است. برخیز ای قدم گاه تاریخ کهن دیار من، ای طلایه دار مردان سرزمین من. برخیز از خواب هزار سالی خیال، برخیز برخیز تا چشم در چشم تو بشنوم قریب مردان مردت را. جای تو در سکوت ویرانه ها نیست. اما در بیشاپور آب حکایت دیگری دارد. معبد خیال‌انگیز آنایتا از تقدس و اهمیت آب در آیین ایرانیان سخن می‌گوید. آب
در این قبلگاه نظر و نیاز چون ایزدی حیات بخش و الهی پاک پرستش می شود.